سرنوشت دردناک سعید کنگرانی خوش شهره ترین بازیگر مرد قبل از انقلاب که با اخفال شهره آقداشلو مسیر پیشرفتش منحرف میشه و به سمت مواد مخدر کشیده میشه و یه شب زندگیش به صورت کامل نابود میشه تو این ویدیو همراه ما باشید حقایقی از این بازیگر رو بهتون میگم و در مورد همسر آمریکاییش و همینطور علت جداییشون هم صحبت میکنیم سلام سلام چطوری رفقا به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و حساب کام باشه خب سعید کنگرانی بازیگر جوان و خوش شهره سینما ایران که بعد از بازی در فیلم امتداد شب و همینطور سریال «دایجان جان ناپلون یه شب معروف شد و در سنین خیلی کم به تبدیل به یه ستاره سینما شد صحبت میکنی بازیگری که در اوج جوانی با ستاره های زن اون دوران که سالها کار هنری میکردن مثل گوگوش و فروزان هم بازی شد اما سر یه اتفاق خیلی ساده زندگیش به صورت کامل نابود شد و شهرتش رو به افول و فراموشی رفت سعید کنگرانی توی مصاحبه که همین سالهای اخیر انجام داده بود دست به افشاگری علیه سینمای قبل از انقلاب زد و صحبتهای جنجالی رو انجام داد با ما همراه باشید تا انتهای این ویدیو رو راجع به این صحبت و افشاگری ها صحبت میکنیم سعید کنگرانی در 14 مرداد ماه سال 1333 در محله ناصر خسرو تهران به دنیا آمد خودش میگه که دوران نوجوانیش بیشتر توی منطقه جوادیه و راههن گذشته. از همون دوران کودکی شیفته یک بازیگری بود و برای تحقق رویاهاش از همون کودکی به بازی در نمایش های مشغول شده بود. اولین فیلمی که در جولای دوربین برد فیلم امروز و فردا بود که سعید کنگرانی تو سنین خیلی کم به همراه هفتاد تا کودک دیگه به عنوان سیاهی لشکر این فیلم در این فیلم حضور داشتن و نقش خاصی هم حالا توی اون فیلم نداشت و طبیعتا دیالوگی هم نداشتش اما میتونیم حضور حرفه تر سعید کنگرانی و چند سال بعد یعنی در سن 16 سالگی و سال 49 بدونیم که با ایفای یه نقش کوتاه در فیلم رضا موتوری به کارگردانی مسعود کیمیایی شروع خوبی رو داشت. چهار سال بعد موفق شدش توی فیلم دایره مینا شاهکار داریوش مهرجویی به عنوان نقش اول حضور داشته باشه. اونم توی تایمی که فقط 20 سالش بود. بعد به عنوان جایگزین امین تاروخ در فیلم سرایدار یکی از نقش‌های اصلی رو بازی کرد توی همان زمان بودش که توسط ناصر تقوایی استعدادش کشف شد و به عنوان نقش اصلی سریال دایجان ناپلون انتخاب شد با پخش سریال دایجان ناپلون توی تلویزیون و شبکه یک ملی به واسطه چهره زیبایی که داشت بین عموم مردم شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرد اون بین دخترای جوون به قدری محبوب شده بود که عکس و پوستر های کنگرانی جای جای محلات و جاهای مختلف و شهرهای کوچیک و بزرگ کمیاب شده بود سعید کنگرانی توی مدت کوتاه تبدیل به سوپرستاری شده بودش که همه جور مردمی طرفدارش بودن حضورش توی فیلم ها میتونست فروش گیشه ها رو تضمین بکنه آشناییش با پرویز سیاد سر صحنه سریال دایجان ناپلون باعث شد که بازیگر اصلی فیلم بعدی سیاد هم بشه و در مقابل گوگوش در فیلم در امتداد شب که یکی از عاشقانه ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران بود قرار بگیره فیلم با اینکه فروش زیادی داشت و بابتش سعید کنگرانی مبلغ بالایی دستمزد در... دریافت, کرده بود اما خودش میگه که این فیلم باعث شدش تا بعد از انقلاب اسمش در لیست قرمز قرار بگیره به واسطه صحنه های برهنه و جنسی که توی این فیلم وجود داشتش یه مقدار فیلمه برای افراد بعد از انقلاب منشوری به حساب می اومد و کل بازیگرا رو توی لیست قرمز قرار داده بودن و خودش میگه که سر این فیلم دردسرهای زیادی رو بعد از انقلاب تحمل کرد سعید کنگرانی از یه ستاره نوظهور به توی مدت خیلی کم به یه بازیگر فراموش شده در سینما تبدیل شدش که دلیل اصلی اون رو میتونیم اعتیادش به مواد مخدر بدونیم سعید کنگرانی بعد از بازی توی فیلم در امتداد شب رسما به چهره ای برای سینمای عاشقانه تبدیل شده بود اما خودش میگه که اصلا قصد نداشتش که همچین برچسبی بهش بخوره و اون رو به واسطه ای این نقش ها بشناسن و همه پیشنهادهایی که به سمتش میاد پیشنهادهای فیلم های عاشقانه باشه به همین خاطر توی فیلم پرواز در قفس که درست همزمان با وقوع انقلاب اتفاق افتاد بازی کرد کنگرانی از معدود بازیگرانی بود که بعد از انقلاب هم به اون اجازه بازیگری در سینما داده شد و از حکم دادگاه انقلاب در امام موندش اون توی فیلم هایی مثل فصل خون در سال 59 و گرداب در سال 60 بازی کرد با اینکه این فیلم به تهیه کنندگی بنیاد مستضعفان تولید شده بود اما جالبه که توی همون سال توقیف شدش شد. بعد از گرداب خیلی از کارگردان ها برای ایفای نقش به اون پیشنهاد کار دادند اما سعید کنگرانی توی سال 64 بدون اینکه حتی دلیلش رو بهش بگن ممنوع تصویر و ممنوع کار شد و از ادامه فعالیت هنری عملا من شد اون با وجود تلاش های فراوان نتونست حکم ممنوعیتش رو تعدیل بکنه و تو این مدت دائما مورد بازجویی و بازخواست قرار می تا در نهایت کنگرانی در سال 67 تصمیم گرفت بیخیال بازیگری توی ایران بشه و ایران رو ترک کرد اون یه سال در دوبه زندگی کرد و بعد هم راهی کالیفرنیای آمریکا شد اون 16 سال از ایران و دنیای بازیگری به صورت کامل دور بود و توی آمریکا به عنوان منتقد فیلم در تلویزیون های مشغول به کار شد و توی همون تایم من با یه خانم آمریکایی ازدواج کرد حاصل این ازدواج یه پسر به اسم آریان بود سعید کنگرانی با وجود اینکه علاقه زیادی به پسرش داشت متاسفانه بعد از جداییش از همسرش قانون سمت خانم آمریکایی رو گرفت و در نهایت اجازه ندادن که سرپرستی بچه رو بر عهده بگیره و اون میخواست برگرده ایران و مجبور شدش بدون پسرش به ایران برگرده اون در عواسط دهه 80 به ایران برگشت و توی همون سال علی معلم سردبیر وقت دنیای تصویر و تهیه کننده معروف سینما و تصمیم گرفت که تلاشش رو برای بازگشت کنگرانی به دنیای سینما انجام بده معلم اون رو در نقش خاندایی در فیلم ازدواج به سبک ایرانی انتخاب کرد و در کنار داریوش ارجمند و شیلا خداداد و محمد رزا شریفینیا بازگشت جالبی رو به سینمای ایران داشت که علیرغم اینکه موفقیت نسبی هم فیلم داشتش و هم سعید کنگرانی نقشش رو به بهترین شکل اجرا کرده بود ولی بعد از این فیلم پیشنهاد کاری به سعید کنگرانی داده نشد و توی هیچ فیلمی حضور پیدا نکرد اون بعد از مدت دوری از دوربین انگار کارگردان ها و تهیه کننده ها حاضر نبودن روی اون سرمایه گذاری بکنن و بهش نقش جدیدی بدن واسه همین باز هم مثل سالهای اول انقلاب از فضای سینما دور موند اون بعد از اکران فیلم ازدواج به سبک ایرانی توی یه گفتگوی با ماهنامه اصر اندیشه صحبت های جنجالی رو انجام داد و افشاگری هایی رو در مورد سینمای قبل از انقلاب انجام دادش اون قبلتر در خارج از کشور همیشه به تعریف و تمجید از فیلم در امتداد شب می و توی مصاحبه ها و صحبت هایی که انجام میداد همیشه فیلم در امتداد شب رو نقطه درخشان کارنامه کاریش میدونست ولی توی مصاحبه که توی دهه 80 انجام دادش این فیلم رو کابوس اون و دار مکافاتش خطاب کرده بود و گفته بودش که این فیلم زندگی من رو نابود کرد اون همینطور توی این مصاحبه صحبت های جنجالی رو هم در مورد شهراغ داشلو بازیگر قدیمی انجام داد و گفتش که شهره زندگی من رو نابود کرد و من رو در دام اعتیاد و قمار انداخت. اون گفتش که دو سال بعد از فیلم در امتداد شب برای دو تمرین تئاتر رفتم پیش شهراغ داشلو. اون به هم گفت تو دوست دختر داری؟ و با یه سری حرف اقوا کننده منو اقفال کرد و سرم رو گول مالید. بعد یکی از دوستاش رو به من معرفی کرد. منم که بچه پایین بودم و یه جورایی چشم و گوشم بسته بود. سری عاشق اون خانم که 15 16 سال از من بزرگتر بود شدم. اموی این خانوم هوشنگ انصاری و پدرش در امور بین الملل دربار و همکار دکتر امامی یکی از همسران اشرف پهلوی بودش اون زمان به واسطه گری خانوم آغداشلو با این گونه زنها آشنا می شدم و با اینکه آدم مقید و مؤمنی بودم همینطور به کسی را نمی دادم ولی اونها با ولنگاری من رو به دام کشیدن اون موقع من اصلا چیزی در مورد این چیزا نمیدونستم چشم و گوشم بسته بود نه از این ولنگاریا سر در می آوردم. نه چیزی در مورد مواد مخدر و قمار و این جور چیزا شنیده بودم تو خانواده ای ما این چنین چیزایی سابقه نداشت اما انقدر غرق این چیزا شدم که بعد از یه سال متوجه شدم به صورت بخوری اونها حتی من رو معتاد هم کردن هیله اون زنها برای معتاد کردن مردانی مثل من این بود که روی موی خودشون مواد مخدر رو اسپره میکردن تا به صورت تدریجی مردها رو معتاد بکنن البته شهر آقاداشلو بعد از انتشار این مصاحبه ادعا کرد که سعید کنگرانی کل صحبتاش دروغ هستش کنگرانی در ادامه این مصاحبه تا مدعی شد که ماموران امنیتی اون رو به زور و برخلاف میلش به مهمانی های درباری هم می بردن. مجالسی که اغلب میزبان اونها اشرف پهلوی بود و معمولا برای اینکه ویترین کارشون خوشگل به نظر بیاد کلی پسر دختر خوشگل و خوش رو می آوردن اونجا تا یه مقدار مجلسشون شلوغ بشه اون در مورد دختران بازیگر در سینما هم گفته بود که بسیاری از این بازیگران فایشه های شهر نو بودن که توسط تهیه کننده های سینمای قبل از انقلاب برای ایفای نقش دختران رقاصه به استخدام در می اومدن. همچنین با پرداخت, پرداخت مبلغ جزی به دختران کم سن و سال و عموما باکره و ساده با گرفتن دستخط از پدرشون مدعی می شدن که این دخترها باکره نیستن و هر بلایی که می سرشون می افردن. اونها حتی مدعی شدش که گوگوش هم از همین طریق با همین مناسبات وارد سینما شده خیلی ها مدعی بودن که سعید کنگرانی مصاحبه رو برای این انجام داده که دل مدیران ارشاد زمان رو به دست بیاره و بتونه به از طریق یک کانال یا لابی فعالیت های خودش رو دوباره توی سینما پیدا بکنه اما با وجود این مصاحبه جنجالی سعید کنگرانی اون باز هم نتونست به سینما ایران برگرده یه سری از منتقدان داخل و خارج از کشور به اظهارات اون حمله کردن و گفتن که سعید این دروغ رو برای این گفته که اون میخواسته در سینمای کشور دوباره نقش پررنگی داشته باشه. سعید کنگرانی در سالهای آخر عمرش علا آمادگیش برای حضور در سینما و تلویزیون ولی شانس این رو نداشتش که دوباره وارد قاب تلویزیون یا سینما بشه و در نهایت در 26 شهری ور ماه سال 97 بر اثر سکته قلبی در بیمارستان فیروزگر تهران از دنیا رفت و پیکرش رو در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپردن اون قرار بودش که در سریال رقص روی شیشه که توی شبکه نمایش خانگی چند سال پیش پخش شد در کنار مهداب کرامتی و بهرام رادان بازی بکنه ولی با اینکه نقشش مشخص شده بود و قراردادش رو هم بسته بود درست چند ماه قبل از شروع فیلم مردانی از دنیا رفت و آخرین فیلم و تنها فیلمش بعد از انقلاب همون فیلم ازدواج به سبک ایرانی باقی موند امیدواریم که روح این هنرمند در آرامش باشه حتما نظراتتون رو راجب به سعید کنگرانی و فیلم هایی که بازی کرده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید اگه با آثار این هنرمند خاطر دارید اسم فیلمی که ازش به خاطر دارید رو بر ما کامنت بکنید ممنون از همراهیتون یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید